سوره نحل آیه 67. هر کدومتون قرآن دارید باز کنید بخونید ببینید این مشروبی که میگن حرامه در قرآن راجع بهش چی نوشته شده. آیه 67 خیلی خلاصه نوشته، میگه از میوه های خرما و انگور شراب و رزق پاک میگیرید. البته میگه شیره های میگیرید که شما رو اساره های میگیرید، عربیش ترجمهش نمیشه، اساره های میگیرید که شما رو مست میکنه. باز خدا پدر آقای بختیار نژاد بیامرزه اون اشاره رو کرده شراب، چون منظور همون بوده. از میوه های خرما و انگور اشاره های میگیرید که شما رو مست میکنه. آیه 67 سوره نحل. سوره نحل سوره 26 قرآنه. هر کدوم فکر میکنین من دروغ میگم برید بخونید. خدا بشارت داده از میوه های خرما و انگور شراب و رزق پاک میگیرید. در این امر نشانه‌ای برای کسانی که عقل خود را به کار میگیرند وجود دارد. ترجمه ها خیلی مختلفه. اصل ترجمه اینه که خدا از درخت انگور و خرما هم به شما غذا میده هم به شما مشروبی میده که شما رو مست میکنه، و مردم عاقل این نشانه ها رو قبول دارند. این اصل آیه است. منتها ترجمه ها فرق میکنه و قشنگ این یکی رو من دیدم آقای بختیار نژاد راحت شراب ترجمه کرده و دستش درد نکنه، حقیقتیه. پس بنابراین شراب یه روزی در الله گفته حلاله، اما یه روزی بین دو تا عرب دعواشون میشه که مست بودن، یکی که دیگر رو میکشه. خبر به حضرت محمد ابن عبدالله میبره. حضرت فوری به الله میگه یا آیه میفرسه پایین. بعد میگه اینما خمر والمیسر من عمل الشیطان رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوا. مشروب خوری کار شیطانیه، از اون اجتناب کنید. حالا الله اینجا اینو اینجا میگه، اینو اینجا اونجوری میگه، اینو آخونده یاد گرفتن. ماهی قزلالا حرامه. حاج آقا این سالی چند میلیون دلار استفاده داره، یه فرض توش پیدا کردیم حلاله. قرآن هم این همینه، بر مبنای زمان و مکان حرفاشو زده. اینی که در اسلام شما میتونی دزدی حلال بکنی، دیروز براتون گفتم میتونی مال منو بدزدی بری با آخوند باج بدی، آخوند به الله میگه حلالش کن، حلالش میکنه، چون آخوند نماینده اللهه، هرچی آخوند بگه الله میگه چش. در زمان محمد میگفتن هرچی عمر میگه، سه روز بعدش الله عین اون حرفو میفرسته پایین. چجوری بگن مردم؟ تازه این الله کمشونه، الله زیرزمینی 1200 سال یه الله زیر زمین زندگی کرده، از زیر زمین نقد زده اومده چای چمچرون توی قوم، یه پافیوز دیگه چند وقت دیگه خواب میبینه یه چاچو اصفهان درست میکنه، منتها چاهای اصفهان زود به آب میرسه، بعد دارن یزد اونجا دیر به آب میرسه، یه جاهایی باید برن مثل شمرون باید برن چا بزنن که دیر به آب برسه، چای امام زمان شمرون، چای امام زمان مشهد، چای امام زمان بجنورد، چای امام زمان رشت، هیچ چا بزنن، هر جام دوتا چا بزنن، یه زنونه یه مردونه، تامور و نامه بنداز توش. بله
آخوندم صبح بیاد میگه من تای چا بودم با امام زمان صبحونه خوردم امضای امام زمان.